اسدالله امرایی عزیز، مترجم بسیار خوب ایران که به لطفش کارهای بسیاری از نویسندگان معروف و نامعروف برای خوانندگان علاقه من به ادبیات توی ایران معرفی شدن و ترجمه شدن. من در شروع این گفتگو خیلی خیلی متاسفم که باید در گذشته دختر عزیزتون رو تسلیت بگم خدمتون. مدت طولانیه که با اتون حرف نزده بودم، ندیده بودمتون و واقعا جای تاسفه که الانم که دیداری داریم و داریم تصویری با هم صحبت میکنیم با این مقدمه است و واقعا بهتون تسلیت میگم و امیدوارم که صبور باشین و این روزها رو پشت سر بذاریم. آقای امرایی عزیز، اول بسیار ممنون به خاطر اینکه این فرصت رو برای من فراهم کردین که سال لال رو بخونم از پدرو مایرال، اگر اسمش رو درست بگم. دوستان در ابتدای گفتگو هم بگین با این نویسنده چطوری آشنا شدین، داستان رو چطوری پیدا کردین؟ داستان بسیار جذاب و زیبایی، یادم شروعش که میکنه تا انتهاش رو دوست داره نفس بخونه. اینو اول بفرمایید و بفرمایید که اصلا تو فارسی هم قبلا از این نویسنده چیزی ترجمه شده بود. سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان شنونده و بیننده این در واقع مصاحبه. خب من به ادبیات آمریکای لاتین به طور مشخص علاقه داشتم. خب خیلی از کاراشون رو ترجمه کرده بودم و خب بیشتر در واقع نسل قدیمشون رو یا نسل در واقع سالهای مثلا دهی 60 تا 70 که سالهای طلایی به حساب میمد داشتیم ما. بعد خب خیلی علاقمند بودم واقعا ببینم که در واقع نویسنده های جوانترشون چیکار کردن، آیا همون سیستم رو ادامه دادن یا نه. خب یه بخش زیادی رو از آثار زنانشون رو ترجمه کردم و یه مجله خیلی خوبی در میاد به نام گرانتا که تا الان فکر کنم نزدیک 170 تا شماره اینا در اومده. این دو تا شمارهش رو اختصاص داده به نویسندگان جوان اسپانیایی زبان. این اولیش بود که از هست برندا. حالا اگه خواستید من تصویر در واقع جلد کتاب رو هم براتون میفرستم و این هم دومیش بود که در واقع یه سری از آثار در واقع نویسندگان جوان اسپانیایی زبان و البته خب بیشتر هم امریکای لاتینی از نیکاراگوه، از کوبا، اوروگوئه، پرو، مکزیک، شیلی، باز کوبا، اسپانیا هم البته توشون هست ولی عمدهشون در واقع نویسنده های امریکای جنوبی و امریکای مرکزی هست و باز این هم به همین شکل. البته این باز این هم از اسپانیا داره و عمدهشون هم در واقع مال آرژانتین و شیلی هستن. بعد اینا که دیدم خب به معمول یه حسرت همیشگی داریم ما و اونم اینه که خیلی از اینا رو برای خواننده فارسی زبان نمیتونیم ترجمه کنیم، ارائه کنیم. البته الان خب به هر حال یه موقعیتی هست که میشه اون طرف حالا به قول معروف بدون سانسور چاپ کرد و اینا، ولی خب عملا در واقع اون بردی رو که داخل کشور داره نداره. و خب تعداد رو انتخاب کردم از جمله پدرو مایرال رو که دو تا داستان کوتاه ازش ترجمه کردم و یه مصاحبه که تو اون سری معرفی نویسندگان این کار رو انجام دادم. قبلا از فدریکو فالکو کار کرده بودم، از عرض کنم خدمت شما نویسندگان جوانتر آمریکای لاتین و خب
ایشون هم در واقع خوندم کاراش رو و دیدم که یه کارش رو میشه کار کرد بدون اینکه آسیبی بهش بزنیم و کار کردن. متشکرم. در مقدمه کتاب گفتین که این نویسنده به نسل بعد از انفجار ادبی آمریکای لاتین تعلق داره و خودتونم الان گفتین که کنجکاو بودین راجع به نویسنده های جوانتر و خواستین که در واقع ببینید هنوز شباهت هایی بین نوشتار این نسل و هر نوشتار اون آمریکای لاتینی که ما بیشتر با رئالیسم جادویی میشناسیمش وجود داره، هنوز در ادامه همون مسیر یا مسیر تازه‌ای در برابرشون گسترده شده. ما اون نسل رو در واقع خیلی منطقه‌ای و اقلیمی میشماریمشون، یعنی نوعی از ادبیات که در واقع علاوه بر عناصر مهم دیگه که میشه بهش اشاره کرد، اقلیم و منطقه توش خیلی مهمه و شاید مهمترین عنصری که همه اینها رو با هم ارتباط داده جغرافیای خاصیه که توش واقع شدن و تو داستاناشون هم سرکلش خیلی پیدا میشه. خواستم ببینم که حاصل این تفحصتون چی بود؟ یعنی آیا این نویسنده های جوان همچنان دنبال روی پدران خود بودن و بعضی از ویژگی های آثار اونها رو میشه پیدا کرد هنوز در آثار این نسل؟ بله دارن. اینا ببینید الان توی ادبیات آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و کارائیب ما در واقع هم سورئالیسم رو داریم، هم رئالیسم جادویی رو داریم، هم رئالیسم سوسیالیستی رو داریم و هم رئالیسمی که در واقع حالا شاید بشه اسمش بود رئالیسم اوریان و رئالیسم صرف. خب عمده اینا آثارشون خب یه بخشش برمیگرده به حالا بر مسائل سیاسی حاکم بر کشورشون، بحث حالا مبارزات چریکی، بعد نمیدونم بحث مواد مخدر، گروه های شبه نظامی، شورش های زندان و چیزهایی از این قبیل که خب هست. در کنارش خب ما در واقع مسائل در واقع انسانی رو داریم، بحث ادبیات در واقع دگرباشان و تراجنسی ها رو داریم، بحث در واقع آزادی های مدنی رو داریم توی چیز و مسائل شبیه این، اینا همه توی ادبیاتشون هست. یعنی اگه بخوایم واقعا ادبیات امریکای لاتین رو امروز شاید توی دو تا جمله خلاصه بکنیم، بگیم که ادبیات زندگیه، ادبیات زندگیه، ادبیات مرگه که به هر حال هم بخشی از زندگیه و به هر حال سیاست و مسائل مشابه. البته هنوز بخش زیادی از این نویسنده ها وقتی اسمشون میاد مثلا این هست که تحت تاثیر این نویسنده قرار دارن، تحت تاثیر اون نویسنده قرار دارن و در واقع مسائلی از این قبیل. اینه که فارغ از اونا نیستن، یه جور در واقع ادامه اون نسلن، همونطور که نویسندگان در واقع دوره بوم یا همون انفجار ادبی در واقع پیروان ادبیات اسپانیا هستن و ترکیب اون با ادبیات بومیان امریکای در واقع مرکزی و جنوبی، حالا اگه این نخوام ادبیات امریکای لاتین اشاره بکنم بهش، خب این نسل هم از اون فارغ نیست، یا تو مکتب اونا درس خوندن یا تحت تاثیرشون قرار دارن یا یه جور ادامهشون مثلا. خب و خیلی از این نویسنده ها هستن، من اسماشون رو همینجوری فقط میخوام بگم، خیلی از این اسما
شنیده نشدن، یعنی واقعا نداریم این اسامی رو، چیزی ازشون ترجمه نشده یا امکان ترجمهش نیست. خب طبعا میشه مثلا بگیم که ترجمه کنن، چرا ترجمه نمی کنن؟ ولی ترجمه میکنن وقتی امکان چاپ نداره، قاعدتا کسی هم پیگیری نمیکنه. ولی مثلا میگم من 3-4 تا از اینا رو، از همین نویسنده ها رو، آثارشون رو ترجمه کردم، اینجا توی مجلات چاپ کردم، براشون پرونده در واقع درست کردم. حالا این اصطلاح پرونده یه مقداری که خانم حاجی زاده میگه و نه پرونده نه اساس واسه این اون، بیشتر ویژه نامه شد عبارت بهتری باشه براش. خب اینا رو کار کردم من و بعضی از اینها رو که من معرفی کردم بعدن مترجمین دیگر آمدن و دنبالشون رو، دنبال کار من گرفتن، آثار دیگری از اونا رو ترجمه کردن و معرفیشون کردن. خیلی از اینا واقعا اگه نگم که اولین بار من معرفیشون کردم، جزو کسایی هم که اولین بار معرفیشون کردم اینا رو. و خب دوستان دیگه هم علاقمند شدن، رفتن سراغشون. شاید مثلا چون نویسنده های امریکایی اگه بخوام اشاره بکنم، کارور، نمیدونم لیدیا دیویس، بن لوری و خیلی از این نویسنده ها واقعا نویسنده هایی بودن که توی دوره‌ای که به هر حال مطبوعات بیشتری داشتیم، چون واقعا الان مطبوعات ادبیمونم کمه، شاید مثلا ما 3-4 تا مجله داریم که اینا داستان هم چاپ میکنن، یا اگر داستان چاپ میکنن فرض کنید مثلا 5-6 تا داستان در چاپ میکنن، خیلی از اینا یه دونه دو تا بیشتر چاپ نمیکنن و مطالب دیگه دارن. الان مثلا یه مجله داستان که چاپ میشد بعدن توی روزنامه همشهری و بعد تغییر پیدا کرد و شکلش عوض شد، مدیراش عوض شدن یا دیگه امکان در واقع انتشار رو نداشتن، یا اگر منتشر میشدن از این کارهایی که ما ترجمه میکردیم چاپ نمیکردن. ولی الان مثلا یه خوشبختانه یکی دو تا مجله در واقع پیدا شده که دارن کار میکنن، یکی بهاران داستان تقریبا 2 شماره در اومده، فصلنامه است، بعد گلستانه بود که متاسفانه دیگه منتشر نمیشه، آزمای، اینا چند تایی هستن که دارن در میارن. مثلا مجله ای از به نام نوپا یا در واقع سرمش، اینا کارایی هن که به هر حال کمک میکنن که دیده میشه و بعضی از دوستان فکر میکنم که باید کمک کنن که این مجلات رو ما تقویت کنیم و آثار رو اونجا منتشر بکنیم. درست میفرمایید که اونم یه بحث دامنه داریه در واقع، مجله ها و نشریات ادبی، تاریخشون در ایران اگر بخوایم نگاهی کنیم کلا یک ترم بسیار طولانی میشه دربارهشون حرف زد. آقای امری، چرا اسم کتاب تغییر کرد؟ در واقع یه کمی بفرمایید که، یعنی برگردیم به کتاب سال لال، من خودم این اسم رو خیلی به نظرم قشنگه و به یاد آدم میمونه، یه هویت خاصی برای کتاب ساخته، ولی اسم اصلی اثر رو بفرمایید چی بوده و بفرمایید که چی شد که تصمیم گرفتید این نام رو برای اسم اصلی اثر توی زبان اسپانیایی سالواتیرا فقط، یعنی هیچ چیز دیگه ای نه، فقط سالواتیرا اسم شخصیت اصلی داستانه، در واقع اصلی شخصیت داستانه، ضمن این که یک در واقع اسمی که معنا هم داره، این در واقع رستگار شده مثلا یه همچین چیزی که اگه بخوایم در واقع بکنیم. من دیدم خب به هر حال مترجم انگلیسی
خودش عنوان رو بر واقع کش داده و طولانیش کرده، حالا شاید به خاطر بازار چیز کارشون، چون این کارا میکنن، یا حتی مثلا گاهی وقتا عنوان رو کلا عوض میکنن یه چیز دیگه میذارن. بعد با توجه به همین قضیه من به نظرم رسید که حالا یه اسم دو کلمه‌ای بذارم یا یک کلمه‌ای که به هر حال خواننده هم راحت بتونه به خاطر بسپاره. و سر همین قضیه اتفاقا با زندیات عبدالله صمدیان مشورت کردم و گفتم که یه همچین عنوانی هست، من دلم میخواد یه عنوان دیگه بذارم که حالا یه ذره شاعرانگی هم توش باشه، با توجه به در واقع کل بافت متن داستان. و وقتی که برای چیز کردم و برای توضیح دادم، بلا فاصله گفت سال لال، هم با اون سالواتی ارائه ذره نزدیکی داره و هم خوشاوازه، که حتی لال خالی هم گفت نزار. حتی من مثلا به چند تا عنوان فکر کردم، سال گم شده، سال سالواتی ارا و فلان، و این پیشنهاد به نظرم جذاب اومد و میگم در واقع این اختیار رو خودم دادم که عنوانش رو تون اسم انگلیسیش فکر کنم سال گم شده سالواتی راست. بله بله، و به قول شما وقتی که توی زبان آمریکا سالواتی راست براشون یک معنی داره، اسم خاصیه که میشناسنش، براشون آشناس، ولی اگر روی کتاب فارسی صرفا همون نام گذاشته بشه هم از خاطر میره، به یاد آوردنش سخته، هم هیچ تم یا درون مایه هیچ مضمونی رو تو ذهن آدم روشن نمیکنه که بگه حدودا درباره چیه. ولی این با همون مقدمه، بدون این که داستان رو بخوام تعلیقش رو لو بدم یا داستان رو لو بدم، شروع داستانه در واقع که درباره نقاش لالیه که به جای روزنوشت روز به روز زندگیش رو نقاشی کرده روی در واقع لتههای خیلی خیلی بلند، و اگر اشتباه نکنم عددش 4 کیلومتر طول نقاشی هاشه که حالا در طول داستان تلاش میشه که اینها رو در جایی نمایش داده بشه. و داستان در یک ساله که نقاشی های مربوط به اون یک سال یا کشیده نشده یا وجود نداره یا گم شده، و تعلیق داستان در واقع توی اون ساله که شما به زیبایی اسم سال لال رو براش انتخاب کردین. بدون اینکه حالا باز قصه رو لو بدیم، چون داستان هم توصیف زیبایی داره، هم فضاسازی زیبایی داره، هم در ضمن قصه ای داره که تعلیق داره و خوبه که در واقع خیلی باعث میشه که خواننده باش همراه بشه و مثل داستانهای کلاسیکی که عادت داریم بهشون اوج و فرود خوبی داره، تعلیق خیلی خوبی داره، همراه میکنه خواننده رو با خودش. و بدون با مراقبت از اینکه این لو نره، میتونید بگین مهمترین ویژگی این داستان بلند چی بود که شما رو جذب کرد که ترجمهش کنید؟ در واقع یکی نوع نگارش در واقع نویسنده بود. ما برای اینکه داشتیم قبلا که مثلا رمانی داشتیم خاطرات روزانه بوده، رمانی داشتیم مکاتبات آدم ها با هم دیگه بوده، به جای دیالوگ نامه نگاری. من مثلا یک کتاب قبل از این کار کرده بودم از ساندرا سیسنروس که خانه خیابان مانگور قبلا ازش ترجمه کرده بودم. داستان در واقع یک خانمیه با 3 زن دیگه، اینا توی در واقع مهاجرت کردن پاریس و حالا بعد از مدت ها نامه ها رو پیدا کرده، نامه هایی که بین اینا رد و بدل شده و این نامه ها کنار هم گذاشته کرده به جای دیالوگ داستان، یعنی به جای اینکه شخصیت ها با هم دیالوگ داشته باشن، حرف بزنن، نامه هاشون با
با هم حرف زده، یا مثلا خاطرات روزانه داشتیم ما، خاطرات روزانه در واقع نویسنده است، میشه مبنای گفتگو. ندیده بودم که در واقع با نقاشی حرفا با نقاشی زده بشه یا خاطرات با نقاشی ضبط شده باشه. به همین دلیل نوع روایت برام تازگی داشت و فکر کردم شاید حالا غیر از این که حالا داستان خوبی داره ارائه میشه، یه راهنما هم بشه برای نویسندگان جوان کشور خود ما، که ببینید اینجوری هم میشه قصه گفت، اینجوری هم میشه داستان نوشت. دقیقا بعد از اینکه آدم تم اصلی داستان رو متوجه میشه و شیوه نگارشش رو، یه احساس خوشایندی هم با آدم دست میده که بعد از صدها سال، بعد از قرنها که از قصه گویی آدم ها میگذره، هنوز هم میشه شیوه جدیدی برای روایت داشت، داستان جدیدی داشت برای ارائه. و جذاب بود واقعا برای من این همه نوآوری و این همه تازگی توی شیوه تعریف شدن داستان. یه چیز جذابی که توی قصه بود و سوالم از شما راجع به اصطلاحات نقاشیه اینه که اولش به نظر نمیرسه خود نقاشی ها چندان مهم باشند، برای اینکه بیشتر دوتا پسر بازمانده این مردن که دارن فکر میکنن نقاشی ها رو چی کار کنن، حتی بیشتر مثل یک اشیاء یا چیزهای اضافه یا مزاحمی که باید یه کاریشون بکنن. همراه با پسر که راوی داستانه، یکی از پسرها، ما هم با داستان همراه میشیم و این برای من خیلی جذاب بود که آروم آروم اصطلاحات نقاشانه توی داستان ظاهر میشن. یعنی قبلا به عنوان انباری نقاشی ها چه کارشون بکنیم خیلی عام درباره اونها صحبت میکرد پسر، ولی هرچی که پیش میریم یه دفعه میبینیم که پسره داره حرفه‌ای دربارش حرف میزنه، داره درباره نقاشی حرف میزنه. مثلا صفحه 102 به بعد من توجهم جلب شد به یه سری اصطلاحاتی که نقاشانه است در واقع. آیا نیاز پیدا کردین برای ترجمه اونها که به در واقع به چیز تخصصی مراجعه کنید؟ یعنی برای خودتون هم تازگی داشت اصطلاحات یا نه هنوز هم تو دایره اصطلاحات عام است؟ بعضی را دوستان نقاش پرسیدن، مثلا تاش نمیدونم، مثلا نوع اون انواع قلمو رو، مثلا اینا رو بعضیش خب نمیدونستم، یعنی معنی رو داشتم ولی فکر میکردم برای اصطلاح خاصش میشه مثلا از یه در اون نقاش متخصص هم آدم سوال بکنه گاکوداری بذاشتم. من در واقع هیچ وقت ابا از این ندارم که بگم من مثلا خب تو این زمینی که دارم کار میکنم من دانشم کمه، شما ممکنه کمکم بکنی. خیلی هم کار درستیه، برای اینکه به هر حال کتاب های مختلف زمینه های شغلی و حرفه‌ای مختلف رو در بر میگیرن و حتما درستش هم همینه که آدم به اون شخص حرفه‌ای مراجعه کنه. مثلا تو صفحه 102 اول توجهم جلب شد، اولین بار که پسر دیگه داره خیلی حرفه‌ای درباره نقاشی حرف میزنه، میگه کمپوزیسیون های آبستری که اغلب بین صحنه های انتقالی به کار میبرد انگار چشمان ناظر پرندگانی بودند که در ارتفاع جنگل پرواز میکردند، منظره پر از سایه با تاش های نور. عشان من فکر میکرد پسر دیگه داره نقاشانه به این نقاشی ها نگاه میکنه و داره سر در میاره. و اینکه آروم آروم هم این اتفاق میفته اتفاق بر خواننده هم جذابه، برای اینکه ما هم آروم آروم نقاشانه سر در واقع به قصه و به سالوا تیرا نگاه میکنیم. یه سوال هم بپرسم، به خودتون توی گفتگوتون همون ابتدا اشاره کردین راجع به اینکه خیلی از داستان ها توی ایران امکان ترجمه و انتشار، امکان ترجمه که قاعدتاً داره امکان انتشار نداره. یه جا توی صفحه 138 کتاب توجهم جلب شد، اونجایی که زنهایی نقاشی شدن توی کارهای نقاش و میگه که از اون که در تختی دراز در یکی از اتاق خوابهای پنهانی سیگار میکشید، ساعت چرت بعد از ظهر بود و آفتاب از لای پرده بر هیکل جوانش میتابید.
اگر اشکالی نداره به این سوال جواب بدین که چقدر در واقع در مورد همین داستان هم با توجه به اینکه نقاش گاهی زنهای برهنه ای رو تصویر کرده، چقدر در همین داستان هم مجبور بودین که هوای این رو داشته باشین که کارتون باید مجوز بگیره برای انتشار؟ این مشکل نداره، این عبارت خود در واقع نویسنده بود، هیچ چیزی نداشتش. از وقتا ما انسایی هم بیاریم که خود هنرمند یا سینماگر یا نویسنده فضا رو طوری بنویسه که ما میتونیم عیناً در واقع داشته باشیم و خیالمون راحت باشه که چیزی رو تو فارسی از دست نمیدیم. پس سانسور یا چندان سانسوری نداشته این داستان، فقط یک در واقع چیز داشت که اولش بحث یه جایی هست که طرف داره رشوه میده و چون در واقع پدرش با یه قاچاقچی هم همکاری میکرده، مثلا داره یه بطری ویسکی رشوه میده، بعد مثلا گفته بودن ویسکی حذف بشه بعد بطری هم حذف بشه. من گشتم مثلا حالا برای اون حالت، برای اینکه اون حالت انزجار در واقع رشوه دادنه رو هم بتونم حفظ کنم، از اخوان کمک گرفتم و وقتی مرگابه گذاشتم برای چیزا اینها. نه چیز خیلی در واقع مثلا در همین حد خیلی کوتاه چیز داشتش. یه جایی هم جایی که چیز هست، اینا متوجه میشن که پدرشون به هر حال بچه دیگه ای داشته و از زن دیگری، اونجا مثلا یه اشاره کرده که اون زن دختر جوان 25 سالش بوده و پدرشون مثلا 55 ساله و متأهل. نه مثلا مفتودم متأهله از بشه و بعد فکرم آره طرف وقتی پدر اینو است زن داره این متأهل دیگه، آره کلمش بگین چرا آره دیگه نباشم خیلی چیز نیست. البته خود ترجیح خودم این بود که باشه و به هر حال نویسنده عمد داره، چون واقعا ببین مثل این مونه که مثلا ما بگیم یه بچه‌ای به دنیا اومده، حالا این بچه مثلا اینجای دماغش یه خال داره، ما یه خاله رو بریم بکنیم پاکش کنیم و بالاخره این بچه با همون خاله شناخته میشه دیگه. نویسنده واقعا چیز نیست و به هر حال امیدوارم که این دوستانی که قول معروف ناظرن که ما یه مرتبه اخلاقیات دنیا رو به هم نریزیم، توجه داشته باشن که نویسنده قصدش از نوشتن اینها ترویج در واقع پس نیست و میخواد در واقع رفتارهای انسانی رو نشون بده، نقد بکنه یا به هر حال بگه که تو دنیا آدم ها چجوری زندگی میکنن. درست میگین. اتفاقا توجه من دقیقا توی فصل شروع فصل 28 به کلمه مرگابه جلب شد و جالب بود برام، برای اینکه به هر حال در فصل قبلی اشاره میشه که چی خریده، ویسکی شیباس خریده برای خوردان نامی که توی داستان هستش و بعضی جاها ما انگار مجبوریم از یک کلمه دیگه ای به جای کلمه استفاده کنیم که همگان و خوانندگان اینا دقیقا میدونن که درباره چی دارین صحبت میکنید. ولی خب خیلی هم عالی که شما کلمه جالبی رو به کار برده بودین و دقیقا توجه آدم جلب میشد که به جای چه چیزی دارین میذارینش و به قول خودتونم به اون فضای اول داستانم میومد، به خاطر اینکه خود پسر هم چندان میلی به نوشیدنش نداشت یا حال احوال خوبی از نوشیدنش نداشت. خیلی ممنونم آقای امرای عزیز، خیلی متشکرم که وقتتون رو گذاشتین در مورد این کتاب سال لال با ما صحبت کردین و فکر میکنم که باز هم مزاحمتون خواهیم شد توی این گفتگو که اسمش کتاب خانه هست. در واقع هر بار با یه نویسنده یا مترجم درباره یکی از آثارش کوتاه در حد همین نیم ساعت 30-40 دقیقه صحبت میکنیم. هدفمون هم در واقع معرفی اثر و اینکه همیشه نقد و بررسی های نوشتاری ما داشتیم در مورد کارها یا خود من و شاید خواندنش
چندان برای خیلی جذاب نباشه، ولی شنیدن این دیالوگ احتمالاً جالب تره و امیدوارم که قدمی باشه در راه معرفی بعضی از آثار خوبی که نویسندگان، مترجمان تلاش میکنن، زحمت میکشن و منتشرش میکنن. امیدوارم قدمی باشه واسه معرفی این کارها و خوانده شدن بیشتر این آثار. خیلی هم ممنونم از شما که با ما بودید. قربان شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.